هزار و یک شب. چون شب 513 برآمد، گفت ای ملک جوان، چون شمسه رایحه جامه پر خود به مشامش برسی و مکان او را بدانست، خواست که آن را بیرون آورد تا نیمه شب صبر کرد. چون جانشاه در خواب غرق شد، سیده برخواسته به سوی آن ستون بیامد و آن مکان را همی کند تا به ستون برسید و سرب گداخته را که بر آن ریخته بودند به یک سو کرد و جامه خیش از ستون به در آورد و او را پوشید. در حال بپرید و به دیوار قصر نشست و بانگ به ساکنان قصر زد و به ایشان گفت: جانشاه را حاضر آورید تا او را وداع کنم. ساکنان قصر جانشاه را از حادثه آگاه کردند. جانشاه به او گفت: چگونه این کارها کردی؟ سید گفت: ای حبیب من و ای روشنی چشم من، به خدا سوگند که مرا به تو محبتی است بزرگ و من سخت فرحناک شدم که تو به شهر خود برسیدی و از لقای پدر و مادر خود شادمان شدی. ولیکن اگر تو را نیز به من محبت است چنان که مرا به تو است، در قلعه جوهر نگین نزد من آی. این بگفت و بر هوا بپرید. جانشاه چون این حالت بدید و آن مقالت بشنید، نزدیک شد بمیرد. در حال بی خود افتاد. حاضران به سوی ملک تیغموس شدند و او را از حادثه آگاه کردند. ملک به قصر در آمد و پسر را بر خاک افتاده دی. به حالت او بگریست و دانست که پسرش به سید شمس مفتون است. آنگاه گلاب بر وی بفشاند و او را به خود آورد. جانشاه پدر را در بالین خود یافته گریان شد. پدرش ماجرای او باز پرسی. جانشاه گفت: ای پدر، بدان که سید شمسه از طایفه پریان است و من او را دوست می دارم و از او در نزد من جامه‌ای بود پرین که بی آن جامه پریدن نمی توانست. من آن جامه گرفته در ستونی که به صورت صندوقی ساخته بودم بنهادم و سرب گداخته بر آن ریختم و او را در این دیوار به کار گذاشتم. ولیکن سیده بن دیوار قصر کنده، جامه خود بگرفت و آن را پوشیده به فراز قصر شد. آنگاه به من گفت: من تو را دوست می دارم و تو را با پدر و مادرت جمع آوردم. اگر تو نیز مرا دوست می‌داری، در قلعه جوهر نگین به نزد من آی. این بگفت و بر هوا پرید. ملک تیغموس گفت: ای فرزند، اندوهگین مباش که من بازرگانان و سیاهان جمع آورم و از آن قلعه خبر بازگیرم. پس از آن به سوی آن قلعه شویم و از پیوندان سید شمسه او را بخواهیم. امیدوارم که خدا او را به تو باز رساند و تو او را تزویج کنی. در حال ملک برخواسته 4 وزیر خود را حاضر آورده به ایشان گفت: بازرگانان و سیاهان شهر را حاضر آورید و خبر قلعه جوهرنگین از ایشان باز پرسی. هر کس آن قلعه بشناسد و راه او بداند، من او را 50,000 دینار زر سرخ بدهم. وزرا به فرمان ملک بشتافتند.
و از بازرگانان و سیاهان خبر قلعه جوهرنگین باز پرسیدن. کس از آن قلعه نشان نداد. وزرا پیش ملک بازگشتند و او را از آنچه روی داده بود آگاه کردند. ملک چون سخن ایشان بشنید فرمود که از برای پسر خود جانشاه از زنان نیکوروی و از کنیزکان خوش آواز و از مغنیان نغمه پرداز جمع آورند، شاید که از صحبت ایشان در دل او تسلی پدید آید. پس آنچه ملک فرموده بود بیاوردند. پس از آن ملک تیغموس سیاحان و جاسوسان به شهرها و جزیره‌ها بفرستاد که از قلعه جوهرنگین باز پرسند. فرستادگان تا 2 ماه از پی خبر بگشتند و بی خبر بازگشتند و ملک را آگاه کردند. ملک محزون گشت و سخت بگریست و به نزد پسر شد. او را دید که در میان مغنیان و کنیزکان طرب‌انگیز نشسته، ولی از سید شمسه شکیبا نتواند شد و دل او از ایشان تسلی نمیگیرد. به او گفت: ای فرزند، کس نیافتم که آن قلعه بشناسد و از بحر تو نیکوتر از سید شمسه پدید آوردم. جانشاه چون این سخن بشنید گریان شد و سرشک از دیده ببارید و این بیت برخواند: ز دستم بر نمی آید که با دلدار بنشینم، به جز رویش نمی خواهم که روی دیگری بینم. و ملک تیغموس را با پادشاه هند عدوانی سخت در میان بود، از آنکه ملک تیغموس مردان او را کشته و مال او را به تاراج برده بود و پادشاه هند ملک کفید نام داشت و او را سپاهی انبوه بود و 1000 سرهنگ داشت که هر سرهنگ به 1000 قبیله حکمرانی می کرد و هر قبیله از آن 4000 سوار داشت و او را 4 وزیر بود و پادشاهی چند در زیر حکم او بودند که هر پادشاهی به 1000 شهر حکم می‌راندند که هر شهری 1000 قلعه داشت. پس چون ملک کفید پادشاه هند دانست که ملک تیغموس به پسر خود مشغول گشته و حکم ترک نموده و از مملکت غافل شده و سپاه از نزد او پاشیده شده اند و او را به سبب فرزند خود جانشاه اندوهی بزرگ روی داده، وزرای خود جمع آورده و به ایشان گفت: مگر نمی دانید که ملک تیغموس به شهر من هجوم آورد و پدر و برادران من بکشت و مال مرا به غارت برد و از شما نیز کس نیست مگر اینکه از پیوندان او کشته شده و مال او به غارت رفته و زنان او اسیر شد. من امروز شنیده ام که او به پسر خود جانشاه مشغول است و لشکر او از هم پاشیدند. اکنون وقت خونخواهی است. سفر را مهیا شوید و سلاح جنگ آماده سازید و در این کار سستی نکنید که به زودی به سوی او رویم و او را با پسرش هلاک کنیم و بلاد او را مالک شوی. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.